شنبه پاییزی در شهر زیبای ونکوور کانادا آقای سعید شنبه‌زاده مردی از جنوب با موسیقی جنوب میهمان این شهر زیباست. بسیار خوش آمدید آقای شنبه‌زاده. خیلی ممنون از شما که دعوت برنامه پرواز رو پذیرفتید برای گفتگو. تا چند لحظه دیگه کنسرت شما شروع میشه در سالن سنتنیال در نورت ونکوور شهر ونکوور، و بفرمایید که تعریف شما از موسیقی جنوب چیه؟ چون من شنیدم که شما به شدت با این داستان مخالفید که موسیقی جنوب رو موسیقی بندری تصور بکنن. نه. و میخوام بدونم تعریف خودتون از موسیقی جنوب چیه؟ موسیقی جنوب با اون چیزی که اصطلاح مصطلح شده در بین ایرانی ها به نام موسیقی بندری تفاوت بسیاری داره، تفاوت خیلی زیادی داره. موسیقی جنوب مجموعه آوا و نواهایی است که در جنوب اجرا میشه، که در مراسم مختلف اجرا میشه، مثل موسیقی کار، موسیقی عزا، آوازه عاشقانه، مثل سبک آواز شروه، چاوش خانی، بیت خانی، یزل خانی، خیام خانی و تمام این مجموعه ریتم‌های مختلفی که هست، مثل ریتم چوپی بوشهری، مثلا ریتم چهار چوپی چهار دستمال، تمام مجموعه ها میشه مجموعه موسیقی. حالا بوشهر که حالا باز خود هرمزگان هم یک موسیقی خاص خودش داره، مجموعه بقولن مقام‌های مختلف و بقولن ریتم‌های مختلفی داره که کمتر شناخته شده، به دلیلی که خب کمتر اجرا شده یا کمتر ضبط شده و مردم یا تو رسانه‌های عمومی کمتر پخش شده و مردم کمتر آشنایی دارن، ایرانی ها، هموطن ایرانی ما. و اون چیزی که مصطلح شده به عنوان موسیقی بندری، اون چیزی که هست که بیشتر خواننده‌های پاپ ایرانی، به دلیلی که خب بیشتر رسانه‌های ما یا موسیقی پاپ رو پوشش میدن یا تعداد معدودی خواننده‌های سنتی ایرانی، اون چیزی که خب بازار داره و اون چیزایی که اصالت داره و در ایران وجود داره کم در بهش توجه میشه، مثل موسیقی آذربایجان، موسیقی عاشقای آذری، موسیقی خراسان، موسیقی بلوچستان و الاخر. در صورت موسیقی جنوب مجموعه ایناست. بندری وقتی که میگن، اگر که در جنوب ما از کلمه بندری استفاده بکنیم، بگیم مثلا ریتم بندری یا موسیقی بندری، بندری اسم یکی از ریتمهایی است که یکی از ملودیهایی که در مثلا موسیقی بوشهر یا موسیقی آبادان اجرا میشه. آقای سعید شنبه‌زاده میخونه، میرقصه و مینوازه. آقای شنبه‌زاده کجا یاد گرفتی؟ من موسیقی بوشهر رو، موسیقی جنوب رو، یه بخشش حالا موسیقی بوشهر، موسیقی هرمزگان رو،
مدت زمانی که توی کیش بودم با موسیقی هرمزگان آشنا شدم. 5-6 سال کیش زندگی میکردم. موسیقی بوشهرم از بچگی، از مراسمایی که توی بوشهر اجرا میشد، از همین کوچه و بازار چیزی که شما گفتید توی اینترنت نوشتن. ولی جدا از اون، من موسیقی کلاسیک غربی رو مثلا توی کنسرواتوار پاریس، کنسرواتوار خطه‌ای. چند سال اومدی پاریس هستن؟ من 13 سال. شما 13 سال. به بهانه تحصیل اومدی در واقع داری درس میخونی؟ نه، من یه کمپانی معتبر رقص به نام کمپانی مونتال وغویو سال 2001 ازم دعوت کرد و تئاتر شهر فرانسه ازم دعوت کردن، از من و آقای مفتاح بوشهری. و ما از سال 2001 رفتیم. چند نفر با شما همکاری میکنن الان در گروهتون؟ من برای کاری که فقط موسیقی سنتی جنوب ایران را اجرا میکنیم 3 نفر هستیم، من و حبیب مفتاح بوشهری و نقیب شنبه‌زاده که هم آنسام شنبه‌زاده میشه، پسرتون میشه. بله. و چند تا کاری پروژه های مختلف دارم بس که هم به صورت کار گروهی یا به صورت مثلا آهنگسازی میکنم. مثلا کاری که امروز اینجا اجرا میکنیم تلفیقی هست از موسیقی جنوب، یه مقدار ساخته های خودم و موسیقی جاز. والا ماکیاولی فقی شد، ماکیاولی فقی شد، شعر رپم نقی شد، شعر رپم نقی شد. دی 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 و ویلا، دی 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 و ویلا، والا دی 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 و ویلا، ایرانم پر ز نفته، ایرانم پر ز نفته، هشت مو گرو هفته، هشت مو گرو هفته. دی 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 و ویلا، دی 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 و ویلا، وی میگه دوره فیسم حالیه، دوره فیسم حالیه، حالش حاله نوریه، میگه دوره فیسم حالیه، حالش حاله نوریه، وضع ما اینجوریه، پول نف میره سوریه. والا بچه هم پا بتیل، بچه هم پا بتیل، بوشهرم اتمیه، بوشهرم اتمیه. این نکته‌ای که الان گفتی، شما گرمای جنوب رو و اون فضای به حال قشنگ جنوب رو با خودت توی کوله بار گذاشتی و اومدی به غرب. بله. و با موسیقی غربی تلفیقش می‌خوای بکنی و به مردم ارائه بدی. چه جوری داری این کارو می‌کنی؟ یعنی موسیقی غرب چطوری وارد موسیقی جنوب شده و اصلا خودت چه جوری باهاش کنار میای؟ خب شما اگر موسیقی رو کار، موسیقی رو به صورت علمی کار بکنی، آنالیز موسیقی ببینی، حالا موسیقی بوشهر هم مثل تمام سبکای دیگه مختلف موسیقی، خب دو تا رکن اساسی داره هر سبک موسیقی یا قطعه موسیقی، یکی فواصل هست، یکی ریتم هست. خب من که موسیقی میدونم، میتونم فواصل موسیقی بوشهر رو بیام بنویسم، بیام آنالیزش بکنم، ریتماش رو آنالیز بکنم، و موسیقی جاز رو یک مقداری میدونم، با فواصل موسیقی جاز آشنا میشم. حالا قطعه جدیدی که میخوام بسازم چطوری میتونم این فاصله ها رو مثلا با هم دیگه تطبیق بدم؟ یا من البته خود من یه کاریه که یه چیزی که رپ پیدا میکنه، یه موسیقی بوشهر هم یه سبک موسیقی هست، و حالا خب میگم یه داری یک مشخصهای خاصی هست، و تلفیق کردن مثلا از نظر حالا چیز، از نظر بقول علمی و عملی اینا زیاد کار پیچیده ای نیست. یه وقتی بعد یه المانایی هست که توی اجراشون من یه بخش عمده کارم اینه که من موزیسین صحنم، یعنی تمام قطعاتی رو که شما الان اینجا رو صحنه میشنوین، این همین رو شما داخل سی دی ها یا توی دیویدیو که از ما منتشر میشه، این همین هست. من اصلا به کار استدیویی برم تو استدیو با کامپیوتر صدا رو بالا پایین بکنم، یا بخوام مثلا یه کاری رو نمیدونم با دستگاه‌های صوتی یا چیز یه کاری انجام بدم که به صورت واقعی نشه انجام بدی، اصلا من خوشم نمیاد. من موزیسین صحنه و به خاطر همین تجربیاتی روی صحنه، خب وقتی که رو صحنه اجرا میکنم علاوه بر موسیقی یک سری المان دیگه رو ازشون استفاده میکنم، از جمله رقص هست، یک مقدار حرکت، دکلمه کردن. تمام رقص از کی یاد گرفتید؟
من رقصم رو رقص رو از خواهرم. از خواهرتون یاد گرفتید؟ ایشون مربی رقص هستن. ایشون میرقصیدن زمان قبل از انقلاب، بعدش هم بوشهر، بعدش رفتن تهران بودن. تهران با دواران کار کردن. دواران یک اروپایی بود که اومده بود ایران مدت زمانی و رقصهای مختلف رو جمع آوری میکرد و اینا، و خواهر ما توی رادیو تلویزیون ملی کار میکرد. خواهر ما توی رادیو تلویزیون ملی بود و بعدش هم خب ازدواجی هم پیکر خانواده هم خانواده که مثلا خواهر ما باش وصلت کرد، اونا هم خیلی خانواده هنری بودن و توی چیز بودن و خیلی تا زمانی که دیگه بچه دار شد و چیزو اینا یه مقدار گذشت که الان دیگه البته نمیرخصه. خواهر من عروس کارو شاعر، کارو دردریان، برادر میگن. صحبت موسیقی جنوب میشه و موسیقی سنتی، آقای شنبه‌زاده آدم توقع داره که آهنگایی بشنوه که حال و هوای قدیمی داره و یه قدمتی توشه. بله. ولی تو تمرین من دیدم که شما از یه سری شعر نو هم استفاده کردی و یه حال و هوای به هر حال شعرهای جدید رو هم تو کارتون گذاشتی. بله. این از کجا اومده؟ یه توضیح بدید ممنون میشه. این احساس شخصی خودم بوده، یه قطعه رو درست کردم که برگرفته، یعنی بیس ریتمیکش روی ریتم دمام بود و فواصلش فواصله موسیقی بلوز، موسیقی جاز و شعر سهراب سپهری. خاکی یک گوش شنواست برای شنیدن موسیقی های زیبا و موسیقی جنوب هم یک برحال یاقوتی است که شما این رو دارید عرضه می کنید به مردم. مسلماً همه خوششون میاد و ما تا چند لحظه دیگه هم شاهد برحال اجرای زنده شما در شهر ونکوور خواهیم بود.